به نام خداوند پاک و مهربان، با عرض سلام احترام آرزو دارم همگی جور و صدمند باشین. بیننده های خوب نازنین، تشکر که برنامه را میبینین. خدا کنه که از شر ویروس کرونا در امان باشین، قرنطینه مراعت کنین، هدایات وزارت صحت عامه را در نظر بگیرین و در پهلوی کل از کارا یک بزرگواری کنین. در کوچه تان، محل تان، قوم خیش تان، اگر کسی را میشناسین که نان خوردن نداره، شما لطفاً در امی شرایط کمکشان کنین. از چیزی که پخته میکنین کمی زیاد پخته کنین، یا کمی اونا رو کمک کنین و شاید با می کار بهشت بر خود کمایی میکنین و این مهمترین اصل بر ثابت ساختن انسانیت و اسلامیت ما و شما هسته. ای که بخاطر ویروس اینجا نمین پشتان دق شدیم و کمبود تانه روز احساس میشه، ولی خانه تان آباد که از طریق تلویزیون برنامه را تعقیب میکنین. قسمی که در جریان هستین، ما بحث خود در مورد تغییر عادت آغاز کردیم و گفتیم عادت و کارهایی است که ما به صورت اتوماتیک و خودکار با کمترین دقت و توجه و انرژی انجام میتیم و این عادت ها میتونه خوب باشه و یا بد باشه. اگر خوب باشه چقدر شایسته و درست است و اصلا کار پرورش و تعلیم و تربیت کاشتن عادات خوب در وجود یک انسان است. و اگر خدای نخواسته عادت ها بد است، چطور میتونیم عادت خوب تبدیلش کنیم؟ و مجموع عادت ها را به نام شخصیت یاد کرده بودیم و در برنامه های قبلی ما و شما به این نتیجه رسیدیم که انسان موجود آزاد است و چون آزاد است امکان تغییر عادت و شخصیت پیش وجود دارد و به بعضی عادت های بدی که در وجود ما است و از اثر آسیب های دوره کودکی ایجاد شده را در موردش صحبت کردیم و به مشکلاتی پرداختیم که تا 7 سالگی میتونه پیش یک کودک شکل بگیره و در بزرگسالی هم آزارش بده. یادتا به تعقیبش مشکل دیگه که ما پیدا میکنیم بین 7 تا 12 سالگی است. من باید بگویم این برنامه چهارم است، برنامه چهارم در مورد تغییر عادت و اگر بین 7 تا 12 سالگی مشکل پیدا کنیم کدام مشکلات است؟ 3 مشکل عمده را ما در این دوره پیدا می کنیم اگر پدر مادر، معلم، اطرافیا پرورش تعلیم تربیت را بلد نباشند و مخصوصا دوره دوره مکتب است. اگر معلم ما معلم خوب نبوده باشه، ما کدام آسیب را پیدا می کنیم؟ 1 درباره توانایی های خود مشکل می داشته باشیم، مشکل در مورد توانایی ها، یعنی ما توانایی های خود خوب درک کرده نمیتونیم، از نیرویی که داریم خوب شناخت نداریم. بنابراین اگر شما کسی هستید که نمیفهمین کدام نقاط قوت دارین، اینی یک عادتی است که باید تغییر کنه. یعنی شما باید از توانایی خود خبر باشین، نقاط قوت و نقاط ضعف خود خوب بفهمید. مشکل دومی که در این دوره پیدا میشه احساس حقارت است. یعنی اگر پدر مادر یا معلم ما را زیاد سرزنش میکنن، توهین میکنن، تحقیر میکنن، ما احساس خود کمبینی را پیدا میکنیم، خود موجود حقیر و ناچیز فکر میکنیم و این یک عادت بد است، عادت ناشایسته است که شما خود کم فکر کنین و این سبب میشه که شما در کل زندگی مشکل پیدا کنین، زیر تاثیر برین، ابراز نتانین خود، عقیده خود بیان نتانین و این خوب است که اصلاح شد. و موضوع دیگه این است که ما اگر در این دوره مشکل پیدا کرده باشیم، ارتباط دوستانه برقرار نمیتونیم، ارتباط دوستانه برقرار نمیتونه. خب اگر بین 7 تا 12 سالگی ما بر
روان ما آسیب خورده، ما قادر به تشکیل روابط خوب دوستانه نیستیم، از اجتماع دور استیم، همکاری را خوب یاد نداریم، یاری را یاد نداریم. و اگر یک انسان استیم، خوب است که از امروز به فکر تغییر امی موضوعان باشیم. و بالاخره آسیبایی که از 12 تا 18 سالگی بر ما وارد میشه. خب در این دوره چی مشکل پیدا میکنیم؟ اگر ما در این دوره آسیب خورده باشیم، یکی گم و گیج هستیم. بعضی ها را شما دیدین از خود شناخت ندارن، از زندگی شناخت ندارن، نمیفهمن چی میکنن در زندگی، باید کجا برن، چی کارهایی باید انجام بتن. اگر اینو تی یک آدم گموگیچ هستین، یعنی در این دوره شما مشکل خوردین. و یکی از چیزایی که باید اصلاح شد و همی عادت هستن. مشکل دیگه که در این دوره پیدا میکنیم، توانایی تصمیم گیری را نداریم، خب یک عادت بد است که ما نتانیم در زندگی خود تصمیم بگیریم. بعضی ها رو دیدین مشکل دارن، تا بسیار مجبور نشن نمیتونن تصمیم بگیرن، سالها برای یک تصمیم اینا منتظر میمانن، دو دل هستن. و یک مشکلی است که در این دوره بر ما وارد شده و از امروز دیگه ما سر اصلاح از این کار کنیم. در مول لست تغییراتتان یکی امی تغییر باید داشته باشین. و بالاخره حساس و شکنن بودن. بعضی ها رو دیدین آدم های بسیار حساس هستن و شکنند هستن، گپ سرشان بد میخوره، مثل برگ گل نازک میمانن. و در دنیایی که ما هستیم، یک دنیای جاله باران از جاله میداشته باشه، باران میداشته باشه، برگ گل کتاب نمیره. ما باید قوی باشیم، مثل برگ درخت نباشیم، مثل خود درخت باشیم، مثل برگ خزانی نباشیم که بر در دیوار بخوریم تا که توتا و میده شویم. ما باید مثل خود درخت قوی باشیم. لکوانه مستقیم پخپل مکانیم که بهار را باندی راشی که خزان. ما این قدرت داشته باشیم که خزان و بهار زندگی نتونه ما را از بین ببره. یعنی مثال دیگه بر شما بتم سیل کنین. دو قسمت بدن در نظر بگیرید، یکی چشم، یکی فرض مثال خود جلده. چشم ما اساس است، اما جلدم نیست. من این جلد خود قفشار داده میتونم، اما کدام مشکل بر ما پیدا نمیشه. اما اگر قفشار ما در چشمم وارد کنم، توانایی بینایی را از دست میتم. بنان حساس بودن صفت خوب نیست، شکنن بودن صفت خوب نیست. بعضی دین مذاق سرشان بد میخوره، گپ خوب سرشان بد میخوره، توانی هیچ چیز در زندگی ندارن. و این آسیبی است که در این دوره وارد میشه. خب چرا ما تا 18 سالگی آسیبا را سرش صحبت کردیم؟ به خاطر کل کار تعلیم تربیت تقریبا تا 18 سالگی است. یعنی پدر، مادر، معلم، مربی، هر قدر سن کودک کوچک باشد، تاثیرات بیشتر بالایش دارند. هر قدر سن بزرگ شده میره، تاثیرات کمتر شده میره. اگر تا 18 سالگی شما تانستین اولادتان، شاگردتان خوب تربیت کنین، خوب، در غیر از او دیگه نقش شما بسیار کم میشه. حتی گفته میشه که دیگه بعد از 18 سالگی ما 1% نقش داریم در تغییرشان. هر کاری میتونین پیش از 18 سالگی شما میتونین بر اولادتان بسازین، یا عادت خوب یا عادت بد. بنان خوب است که روش های تعلیم تربیت را بلد باشین و اولادتان، شاگردتان درست تربیت کنین. اما بحث ما امروز با خود کسایی است که امروز برنامه را میشنونی که با شما در کودکی چی شده، یک طرف قضیه است. ای که از امروز به بعد چی کرده میتونیم، گپ اصلی ما امی است. اما ای باقی بحث خود بعد از یک وقفه کوتاه در خدمت شما عزیزا بیان خواهد.